با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم، خدمت نسل جوان، نسل جوانی که آینده خیلی خوبی پیش روش هست. طبق تز ملا صدرا شما بدونید که آینده خیلی خوبی پیش روتون هست و حقتون هم هست، چیز زیادی نیست. اونایی که یادشونه حدود 15-16 سال پیش به شهر بازی دوره پونک بود، یه جوانی اونجا زده بود صاحب شهر بازی رو کشته بود و به اعدام محکوم شد. تو دادگاه گفتن چرا این کار کردی؟ گفت من چند ماه 200,000 تومان طلب کردم، من پولم رو نداد. بعد خواستم خودکشی کنم. رفتم قرص تهیه کردم، وصیت من نوشتم کارم بکنم. بعد گفتم خب چه خریتیه؟ من که قرار بمیرم، خب اینا بذارم بکشمش. بذار اینو بکشمش، این جرسوم فساد رو که کسی حق کسی یه نخوره. بابا سمی زدم کشتمش. الان ناراحت نیستم. خوشحالم که یک جرثومه فساد و حق خور رو زمین برداشتنش. حالا من اعدام کنید. اگر جوان ها زدن به سیما آخر، اگر میزنن آخون میکشن، اگر میزنن کاری میکنن، اینا به آخر خط رسیدن، دارن به سیما آخر میزنن، نمیشه جلوشون هم گرفت، نمیشه. آقا میخواد خودشو بکشه. شما باورتون میشه من صدها رفت دوست شریک دوست دارم توی شبکم که مثلا قصد خودکشی داشتن؟ نه، کم خودکشی میکنند، زاشم در نمیارند و آخرش به جون به لبشون رسیده. جون به لبشون رسیده، نمیشه کارش کرد. خدمت شما عرض کنم که حالا میخوام بسیار برای مثلا رو صحبت کنم. دوستانی که هفته تیر هفته آبان تشریف میبرند برای منطقه، حتما باک بنزینشون پر کنن از فاصله دور، چون امکان داره که یک سری کمبوده ایجاد بشه. یه سری برای خودش مواد غذایی و آب اینها بردارن، اما اصلا نیاز به درگیری نیست. هیچ، شما تیر خلاص رو سال قبل زدید، تیر در قلبشونه و الان اثراتش رو دارید میبینید. این پیامم که میدن از جیب ملت میلیاردها تومان به جیب سپاه میریزند که بگن آقا نیایید. ترسشون نمیرسونه. ترس شاخدون که نداره که، اینم ترس. اصلا اهمیت ندید بهشون. اگر اول که واسه اونایی که فقط سال قبل رفته بودن فرستاد، بعد یارو رو همه فرستادن، گفتن لااقل چیزی که نداره واسه سپاه یه سودی که داره. هر پیامک 10 تومن، شما حساب کنید 10 تا 1 تومانی هر پیامک باشه، واسه 40 نفر فرستاده باشن، این چقدر گیرشون میاد؟ بچه‌ها میگن آقا ما گفتیم نه، یا ترسوندیم. شما جد آباد نمیتونه 4 نفر زندان، 400 نفر زندان، 40,000 زندان بکنه، 40,000 نفر نه بیشتر نمیتونید. حالا شما برای هزینه زنداناتون موندید، برای خورد و خوراکش موندید. میگن سنگ بزرگ علامت نزدن است. اصلا اهمیت ندید، مختص شما نیست، برای همه فرستادند، حتی برای بعضی دو دفعه هم فرستادند. زمان آقاسی یکی از اون وزرای خلاصه نخست وزیر عجیب غریب دوران قاجار یه منطقه برده و چاکر گفته چاه بکن. اینا کنده بودن، بعد مدت گفتن آقای آقاسی این چاه توش آب در نمیاد ها، ما چاه کنیم کارمونه. گفتن اگه آب دره واسه شما که نون در میاد، شما چاه تو بکن. بله، لاغر چیزی که نداره واسه سپاه که مقدار درآمد داره تو این بیپولی و تو این گرفتاری هایی که دارند، مشکلاتی که دارند، اینم یه حقه از خودش. اصلا اهمیت ندید، هیچ، خیالتون راحت باشه. اینا واسه بر فرض مثلا میخوام بگم میخوان 1,000,000 نفر رو بگیرن، زهی خیلی خیال باطل، اصلا از فاز بگیرم. خدمت شما در مورد بحث عراق که امروز صحبت شد و 80 شعبی رو که من خدمت عرض کردم، اینو بهتون بگم که آمریکا به دولت عراق گفته که این نیروها باید جمع بشند، یا در ارتش ادغام بشن یا اخراج بشن. روزنامه ما رو نگاه نکنید، سایت ما رو نگاه نکنید، شلوغش میکنند. 80 شعبی 70% از دست جمهوری اسلامی خلاص شد با فتوای آقای سیستانی و بازی رو باختن. این هم هزینه کردن فلان که نگفتن ما طبق شرمون عمل میکنیم. بچه هیدر عبادی تیر خلاص به جگر جمهوری اسلامی زد، که ما در اولش عربم بعد مسلمانم، همونطور ما اول ایرانی هستیم بعد دینمون هست. و گفت آقا من اول عرب هستم، یعنی خلاص. و 80 شعبی بیشترشون مجبورند برن در ارتش و جاهای دیگه، و اینی که تمرد کرده نیست، چون خواسته نیرو 120,000 نفر است، کم نیستند. بچه‌م اون
عامل دیگه هم که اون نشسته اون سطح اونم بیکار نیست اونجا. اگر اینها با هم متحد بشن خب بلایی برای عراق خواهد شد. و حالا ایران تصمیم گرفته که یه کاری بکنه ولی اونم باخت رسن. بلافاصله بارزانی اعلام کرد که ما تعلیق کردیم. پس این نیست که اگه من گفتم هشاد شعبی نه درست خدمتتون عرض کردم. هشاد شعبی از دست جمهوری اسلامی دیگه خلاص شد. از دیگه از زیر سیطره اومد بیرون. یا میره در ارتش ادغام میشه یا میره سر کار زندگی خودشون. و خواست آمریکاست. اگه غیر از دو تا هم باشه قطعا کوچیک میشن. شک داری قصه نکنید. آمریکا بوکس تارک نمیکنه الان. چون به خاطر منافع خودش هست تو منطقه. آرامش میخواد تو منطقه. هیچ رحمی نمیکنه. حزب الله هم که دیگه برای سراش جایزه گذاشته و برای بقیه هم گذاشته و خیلی راحت اینا هم نابودش خواهد که شک نکنید. یا تسلیم میشوند یا از بین میروند. سال 200 میلیون دلار تا حالا میگرفتند. خب دیگه کم پولی نبود. سینه هم میزن چرا نزنند؟ میگن پادشاهی بادرجون خور گفت چقدر بادرجون خوشمزه است. وزیر گفت برو برو بادرجون میوه این خوراکی اینقدر خوشمزه اینجوری عالی خواص داره این حرفا رو داره. بعد رو چند بعد خورد و خوش نمیاد گفت عجب چیزی بدیه گفت برو قربان خیلی چیز بدیه صفه آور فلان فلان گفت تو چند روز پیش تعریفش میکردی گفت برو من نوکر شما هستم نه نوکر بادرجون هر شما فرمایید اون نوکر پول هستن و قدرت پس این قضیه ختم شده است و عزم آمریکا برای این مسئله جزم است که این کار انجام بده و قطعا هم خواهد انجام خواهد داد شک در قصه نکن حافظ اسد هم بشار اسد همین حرفو زد که من اول عربم بعد مسلمان و ما میبینیم که هیچ چیزی هم به مسلمان نمیاد چون اینا مسلمان نیست اصلا گفتم کلیپ قبلی عرض کردم که اینا جمهوری آخونده اینا چی هیچ ضد اسلام هستن اینا اصلا اسلام نمیشناسن چی واقعا نمیدونن چی است تمام فتاواشون آقا هیچ نیست بله از معلمین عزیز دانش‌آموز اصلا استدعا میکنم خواهش میکنم به خاطر حرمت معلم دانش آموز اتفاقی در ارومیه افتاد بیایید حداقل یه روز احتساب کنید یا کم کاری کنید یعنی به خودتون احترام گذاشتید حرمت خودتون حفظ کردید عرش خودتون حفظ کردید تا نرن هر کسی رو از هر جایی بدون هیچ مقدمه با رابطه بیارن سر کار بذارن به این اتفاقات بیفته در مدرسه ما خیلی اتفاقات میفته هیچ گفته نمیشه حالا اینا دستون در از این آدم ها زیاد هستن زیاد هم مریض تو کشور ما زیاد چون اینا گزینش نمیشن گزینش واقعی نمیشن اینا دوره ندیدن برای این کار خانواده نیستند سه افراد هستن پسر خاله این دختر خاله و ابصار افرادی هستن اینجوری و این اتفاقا میفته بحث اینجاست که حیثیت ایران در دنیا لکه‌دار میکنند برای حیثیت خودمون در دنیا و آموزش پرورش بیایم و یک روز رو ما یا احتساب بکنیم یا کمکاری بکنیم ضربه سنگینی برای حکومت هست و برای حقتون اقدام کنید برای حقوقاتون اقدام کنید صندوق ذخیره فرهنگیان بردن پولاشون مال تامین اجتماعی هم بردن پولی دیگه در بساط نیست خالی کردن همه رو و بیاید برای حقتون یه کاری بکنید وکیل بگید هر کاری میکنید بکنید چون این پولای شما الان در کشور دیگه هست جاش مشخصه حسابا مشخصه چه تامین اجتماعی چه پولی که بابک زنجانی برده چه پولای ما ذخیره صندوق هست در تمام بانک‌های خارجی‌هاش هست بعدشو بزنید پیدا می‌کنه خیلی راحت پیدا می‌کنه خیلی راحت پول از کجا اومده اقدام بکنید شما فرهنگی هستید با سواد هستید دانشگاهی هستید میتونید هر 500 تا 1000 یه وکیل بگیرید یه تومار امضا کنید که آقا این پول ما نیست از کشور خارج شده و خودشون ردیابی کنید و اونا می‌کنن این کارو مطمئن باشید می‌کنند مطمئن باشید می‌کنن پول مال شماست پس اندازی که شما ظرف 30 سال خدمت اونجا گذاشتید اینا بردن دو تا سه تا سریال ساختن نام شهرزاد و بقیش هم بردن خرج اینا کردند این خواهر حقتون رو بکنید تمیل شما این کار رو بکنه چون اینا دیگر رو فهمیدونیم که اینا هیچی پابند نیستن مجنبی هستند اینا زد دین هم زد اسلام هم زد ایران هم زد ملت ایران هستند دشمن ما هستند شک در قصه نیست من یک کلیپ یه بار گذاشتم توش گفتم دلایل رو آوردم که اینا ضد ما هستن اینا ایرانی نیستن اون حکایت دختر پسرا رو تعریف کردم با اون زن و شوهری که بچه مال خودشون رو تعریف کردم کلیپش هست صد کلام در یک کلام اینا اینن کار امروز دیروز هم نیست سیاست اقتصادی که میرحسین موسوی میرفت پیش یه آقای برام عالی نسب آقای عالی نسب آدم خیلی خوب بوده میگه من ندیدمش از ایشون سیاست واسه اقتصاد مملکت میهبانی که دروغه عالی نسب کاسب جز بود اما دار دسته باند آقای هاشمی
حیف اسم آقا، اینها خائن به مملکت بودن، اینا میزنن چی کار میکنن مملکت رو، اینا خط میدادن بهشون. اینقدر رفسنجانی شیفته نوربخش بود که وقتی در مجلس رأیمون نیورد، بعد از یک ساعت، یعنی احترام نماینده مجلس، همون نماینده خود رو قبول داریم، نماینده مردم، بعد از یک ساعت کرد مشاور عالی خودش و مملکت اینجا از اون دارم و تا اون پس میدن اینجور نیست. پس بیان فرهنگیان، بیمای تامین اجتماعی سرباشون رفته است، جاهاش هم مشخصه، از کشور کانادا هست تا چین، تا همین کشور اروپایی و منطقه تا ترکیه هست. بیا رد پوتون بزن، پوتون برگرده آخر بشه و خواهد شد. عزیزی دارید، ایام به کام، روزگارتون خوش، پیروزی خیلی نزدیکه، ساعت به ساعت پشت به پشت هم دیگه بدیم، اطلاع رسانی کنیم، به دیگران بگیم، به خصوص کلیپ قبلی رو خیلی دوست داروش کار کنید. ممنون تک تکتون هستم، عاشق تک تکتون هستم، خوشحالم این روزها رو میبینم، حرکت شما رو میبینم، حرکت رو به جلو، ایقاق حق کردند خیلی خوبه، لذت رو ایقاق حق کردند. خدا نگهدار.